سرخط مهمترین خبرها. ادعای عبدالحمید خراسانی مبنی بر فرار حسیب قوای مرکز از افغانستان. ما اطلاعات دقیق دارم همین فرد که حسیب قوای مرکز است، یه ادعا کرده فعلا در برازیل است. از ایران در برازیل رفته، ما ثابت ساختیم. ورود یک هیئت بلندپایه روسی به افغانستان در آینده نزدیک. و ایجاد یک مسجد و احاطه 30 جریب زمین در دشت لیلی از سوی امارت اسلامی. طرفش دیوار شدگی است. توجه اکابرین، بزرگا، امرا، شیوخ، اولیاء الله، مجاهدین، همه توجهشان راجع به شهدای دشت لیلی معطوف است. سلام، با یک مجموعه مهم و تازه خبری از چینل دری میدیا خوش آمدید. عبدالحمید خراسانی در تازه ترین مورد گفته است که حسیب قوای مرکز در داخل افغانستان نبوده، بلکه از مدت ها قبل به این سو با خارج از کشور رفته است. شماری دیگر از منابع نیز مدعی شدند که این فرمانده مشهور مقاومت هم اکنون با یکی از کشورهای غربی بسر می‌برد و کوههای هندوکش را ترک کرده است. خراسانی در توییتی تازه‌ای عکس حسیب قوای مرکز را گذاشته و به طعنه نوشته است که موقعیت حسیب پنجشیری کوهپایه‌های هندوکش می‌باشد. پیش از این نیز آقای خراسانی ادعا کرده بود که حسیب قوای مرکز به ایران رفته و از آنجا به کشور برزیل پناهنده شده است. ادعا کرده فعلا در برزیل است. از ایران در برزیل رفته، ما ثابت ساختیم، منابع استخباراتی ما تثبیتش کردیم. فعلا تکنولوژی از که در جنگ چندی قبل نیز ویدیوهای منتشر شده از سوی حسیب قوای مرکز مبنی بر حضور در کوه پایه های هندوکش جنجالی شد و مقامات محلی در پنجشه همراه با عبدالحمید خراسانی در قسمت های مختلف این ولایت جستجو کردند و در نهایت مدعی شدند که این ویدیوها مربوط به افغانستان نه، بلکه در تاجیکستان فیلم برداری و وارد شبکه های اجتماعی شده است. باستی برادر جان و جورا صدمند هستی، طرفکای تارامیز بخیر هستی؟ تو باش پشت یک چیز دق نشده شناختی را. جبهه مقاومت با رهبری احمد مسعود اما میگویند که در نقاط مختلف افغانستان حضور دارند و توانه ضربه زدن را دارند. Need to stand with each other. Doesn't matter which ethnicity, which group, which religion, which belief you are. We need to stand united. The gender, you know. Yeah, حتى يا قشلاق كي قرية اس قشلاق جور مشوا يا قشلاق ما استصرف في امارات اسلامي بيرون ديست. همزمان با این طالبان در ولایت جوزجان با صرف هزینه بیش از 9 میلیون افغانی در منطقه دشت لیلی 30 جریب به زمین را احاطه کرده و یک مسجد ساختند. مراسم افتتاح این پروژه با حضور شماری از مقام‌های حکومتی از جمله مولوی عزیز الرحمن منصور، معاون وزارت حج و اوقاف و قاری گلحیدر شفق، والی جوزجان برگزار شده است. این سازه ساختمانی شامل اتاق محافظان، دیوار احاطه‌ای و یک مسجد با گنجایش 150 نمازگزار است. گفتنی است که در سال 2001 ده ها تن از نیروهای اماراتی در این دشت توسط مارشال دوستم و شماری از قماندان های وی تیرباران و کشته شدند. شماری از مقامات حکومت سرپرست افغانستان میگویند که خیانت یکی از اعضای آنان باعث شد تا این نیروها به دام نیروهای مارشال دوستم افتاده و تمامی آنها به شکل فجیعی تیرباران و کشته شوند. باید خورد ریزر بانیم، همه گی ما همه سیاسیون باید در زیر چی بگویم، زیر یک چتر جمع شویم. همچنین مقامات حکومت کنونی افغانستان از ایجاد ریاست جدید با عنوان حفاظت ارزش‌های جهادی خبر دادند. با گفته مولوی خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ، این ریاست با هدف زنده نگه داشتن ارزش‌های جهادی و ارزش‌های تاریخی تأسیس شده است. با گفته این مقام حکومتی، وزارت اطلاعات و فرهنگ سه فعالیت مهم را در چوکات این اداره پیش می‌برد که شامل بخش شنیداری و بصری، موزیم جهادی و مستندسازی تاریخی است.
در همین حال زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان در دیدار با مولوی امیرخان متقی گفته است که روسیه خواهان گسترش روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان است. وی همچنین تاکید کرده که قرار است مسکو هیئتی برای گفتگو با کابل اعزام کند. حافظ احمد زیاتکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت سرپرست گفته است که کابولوف و متقی در این دیدار در مورد گسترش روابط دو جانبه افغانستان و روسیه به ویژه همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ترانزیت گفتگو کردند و گفته یتکل زمیر کابولوف افزوده است که کشورش در نظر دارد تا در آینده نزدیک یک هیئت بلندپایه را به افغانستان بفرستد تا گفتگوهایی در سطح بالا با مقامات ارشد حکومت سرپرست داشته باشند و در مورد امکان توسعه همکاری‌ها در بسیاری از زمینه‌ها بحث کنند. همچنین مولوی خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان گفته است که یک هیئت بلندپایه از جانب افغانستان برای بررسی و حل مشکلات مهاجران افغان با مقامات ایرانی گفتگو می‌کند. خلیل الرحمن حقانی افزوده است که حکومت کنونی افغانستان می‌خواهد تا مشکلات مهاجران افغان را از طریق گفتگو با حکومت ایران حل کند. او با تاکید بر بازگشت محترمانه و با عزت افغان‌ها به کشور از دولت ایران خواست که از ضبط اموال مهاجرین افغان خودداری کرده و آزار و اذیت آنها را متوقف کند. مقامات ایرانی اما میگویند که ظرفیت پذیرش آنان برای مهاجرین تکمیل است و از شهروندان کشور میخواهند تا به طور غیرقانونی به این کشور نروند. کشور ما بیش از این اون میزانی که مقرر شده امکان در واقع پذیرایی نداره و آنان میافزایند که ایران مهاجر ستیز نیست و امکانات بیشتر از این ندارد. شماری از مقامات دولت قبلی اما از مقامات ایرانی میخواهند تا در جهت حضور آنها در ایران توجه ویژه نمایند، زیرا با ادعای آنها آنان از رفتن به افغانستان بیم دارند. مقامات کنونی اما بارها اعلان کردند که عفو عمومی حاکم است و تمامی مقامات قبلی میتوانند به افغانستان بروند. که به مورتو این چه جنگ بست بس، که مورتو این چه په دغه 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 کټګوري باندې د عملیاتو اجازه ده، په دغه دغه کټګوري باندې د عملیاتو اجازه نشته، دغه مطابق هیڅ سرغړونه مو الحمدلله نه دی لیدلې نه چا کړې. مقامات ارشد حکومت سرپرست افغانستان نیز بارها خطاب به تمامی مقامات و نظامیانشان گفتند که با مردم و نظامیان قبلی بدرفتاری نکنند. اینی شریعت و اینی دین برای تو میگه که او عفو شده، هیچ کس او را چیزی گفته نمیتونه. دوستان عزیز، با پایان برنامه کنونی رسیدیم. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. بینندگان عزیز، جهت آگاهی از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش های افغانستان و جهان، لطفاً ویدیو رو لایک نموده و به کانال ما مراجعه نمایید. تا برنامه های بعدی، الله یار و نگهدارتان باد.